درود به شما دوستان خوب همراهان دوچ پزش تیوی تو این درس یک اصطلاح دیگه آمیانه آلمانی رو یاد میگیریم که بین جوون ها علال خصوص خیلی استفاده میشه فعل لابان هم دو گفتم اینها اومگانگزش هستن اومگانگزش یعنی زبان کوچه بازاری زبان آمیانه هختوچ نیستش یعنی اون زبان نیستش که شما توی مدرسه یا توی کلاس های زبان یاد میگیرید ولی خب توی زندگی روزمره خیلی یا معمولا از زبان آمیانه استفاده می کنن. تمام درس های آمیانه آموزش زبان روزمره و آمیانه آلمانی در سایت deutschpedestv.com در قسمت دوچیم آلتاگ در اختیار شما عزیزان هستش حالا لابان یعنی چی؟ لابا موقع استفاده میشه که در از یک کسی وراجی میکنه یک کسی حرف مفت زیاد میزنه خالی میبنده حرف بی منطق و بیخودی زیاد میزنه یه جوی معنی وراجی کردن تو زبان فارسی رو میده حالا تو مثال ها نگاه میکنیم که چطوری استفاده میشه معنیش براتون بهتر جا میفته اول صرفش میکنیم فعل لابان رو ایش لابغه دو لاب است دو لابات زی لابت. اس لابت. ویلابان، ایلابت، زیلابان اگرم زی محترمانه باشه بزرگ نوشته میشه زی کوچیک میشه آنها زیلابان که استفاده میشه؟ تصور کنید دوستتون یاد به شما میگه که اشحاب سین تاوزن آیگفه دیند به دور مثال اشحاب سین تاوزن اویق دیند من ده هزار ایرو حقوق گرفتم درامد داشتم پول درآوردم. اون یکی تو جواب میگه لابان لابان یعنی منظورش اینه که داری خالی میبندی چرتوپرد داری میگی حرف بیخود داری میزنی چرنده حرف حرف بیارزشه و یا میتونه به جاش بگه نیشت لابان نیشت لابان یعنی خالی نبند و راجی نکن چرتوپرد نگو حرف بیمنطق نزن حرف بیخود نزن و راجی نکن همه این معنی ها رو میتونه داشته باشه ولی خیلی مواقع حالت امرش گفته میشه یعنی حالت امری یا ایمپراتیو میگن لا بانیشت لا لا یعنی خالی نبند شروور نگو حرف بی منطق نزن دریوری نگو حرف مف نزن همجور گفتم زبان آمیانه آلمانی هست دوستان عزیز لا بانیشت در اصل موقع استفاده میشه که ما میخوایم ارزش حرفی که طرف مقابل زده رو بیاریم پایین چون که باورش نکردیم و به نظر ما داره خالی میبنده یا دروغ داره میگه درست؟ ایا لا نوا ایلا نوا یعنی اون پسره یا اون مرده فقط عراجیف میگه فقط حرف بی خود میزنه حرف بی منطق میزنه حرف مفت میزنه ایلا نوا و یا زیلا نوا نوا یعنی فقط رو تو لاین تر می اون پسرک یا اون جوونک یا اون مرده کنار من تمام مدت داره با دوستش شروور میگن به هم دیگه حرف بی ربط میزنن هی و راجی میکنن به قول معروف د typ neben mir labert die ganze zeit mit seinem kumpel der typ neben mir labert die ganze zeit mit mit seinem kumpel typ همون به مرد گفته میشه دوستان ولی معنی یارو میتونه بده تو فارسی میتونیم بگیم یارو اون طرف د تیپ نبن میا یعنی کنار من اون که کنار من هست لابات دی گانس ازایت میت زینم کمپل تمام وقت داره با دوستش عراجیف میگن به همدیگه حرف بیخودی خودی میزنن منشمال لابات من فرویند تو فیل اونزین manchmal labert mein Freund zu viel Unsinn. بعضی مواقع این دوست من بیش از حد دیگه حرفای بی منطق و چرتوپرد میگه و وراجی میکنه. حرف مفت میزن، حرف بی خود میزنه، حرف بیخود میزنه، حرف به درد نخور میزنه. درست زن یعنی حرفی که با منطق جور در نمیاد و همون عراجیف میشه ترجمهش کرد. سوفیل هم یعنی دیگه بیش از حد دیگه شورشو در آورده. Wenn die Leute trinken, وقتی که و یا اگر آدمها مشروب می نوشند شروع می کنن به عراجیف گفتن شروع می کنند به چرتوپرد گفتن حرف مفت زدن وین جمله شرطی هستش فعل و فرصد آخر دیلایت ترینکن ما که میگن ترینکن منظور همون نوشیدن مشروبات الکلی هستش فنگن شروع می کنند به تولابان، شروع می کنند به وراجی کردن تمام این درس های گراماتیکی رو که چجوری جمله بسازیم و برای دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن بگم که قبلا کار کردیم تو سایت دواش پدشوی دات می توانید درس ها رو به صورت دست بندی شده گراماتیکیش رو از سطح مپدی تا پیشرفته رفته یاد بگیرید هو آف تو آف بس کن این اراجیف گفتن و بس کن اینقدر شروور یا وراجی کردنت رو هآف هآف یعنی از آف هغن میاد حالت امریشه یعنی بس کن تمومش کن خیلی استفاده میشه این جمله آف سو لابان لابان به جز این بعضی مواقع معنی همون حرف زدن یا که صحبت کردن رو هم میده بعضی مواقع لس میش آینفخ لابان هفته هم نگفتم با دوستان سمیمی میشه اینجوری حرف زد اون گانگسش هستش لس میش آینفخ لابان یعنی بذار من حرفم رو بزنم لس میش آینفخ لابان من گذاشتم که تام چند دقیقه هی عراجیف ببنده هی حرف مف بزنه هی چرتو برد بگه هی وراجی بکنه بعدش Ich habe Tom einige Minuten labern lassen, dann habe ich gesagt, dass ich hätte, ich hätte eine Verabredung und bin gegangen. Ich habe ihn einige Minuten labern lassen, dann habe ich gesagt, ich hätte eine Verabredung und bin gegangen. لابان لاسن هم لاسن یعنی گذاشتن در بعضی مواقع یعنی اینکه گذاشتم که هی hey, اراجیف بگه درست منظور همون صحبت کردن حالا حرفای بیخود میزده و که بر من جالب نبوده دان هابش که زاگ قبلا کار کردیم تو درسای گراماتیکی سطح به اتفایس آینس میتونید گرامر کنیون تیپ ها رو پیدا بکنید اون بین گگنگن میبینید که چون ایش هی میخواست تو جمله تکرار بشه دیگه آخرش نیوردم یعنی گفت دیگه نگفتم ایش بین گگنگ بعد گفتم بین گگنگ ما بعد از اورا اغلب اوقات در یک کافه میشینیم و شروع میکنیم حرف زدن و وراجی و, و چرند گفتن و همینجور حرف زدن بیخودی درسته؟ Wir sitzen افتا öfter in einem کافه und لابان Wir sitzen افتا این کافه اون لابان افتا یعنی افت یعنی بیشتر اوقات افتا یعنی اغلب اوقات زبان آمیانه هست باز همین در یک کافه میشینیم و شروع میکنیم به حرف زدن و حرف حالا از این ور بر, بر و حرفای بی خودی پرفکتش با هابن میاد و آخرش میشه گلابات گلابات تام هدگستان فیل گلابات یعنی تام دیروز کلی اراجیف گفت کلی و راجی کرد کلی حرف مفت زد تام فیل گلابات حالا لاشم هم کلی خالی بندی هم انجام داده باشه امیدوارم که متوجه معنی شده باشین دوستان عزیز من تصادفاً یک دوست قدیمی هم رو در هاب بانهوف یا اون ایستگاه مرکزی قطار دیدم و با او بیشتر از دو ساعت همینجوری راجی کردیم و صحبت کردیم Ich habe zufällig einen alten Freund am Hauptbahnhof getroffen und mit ihm über zwei Stunden gelabert. Ich habe zufällig einen alten Freund am Hauptbahnhof getroffen und mit ihm über zwei Stunden gelabert. Zufällig eine Tatsache, dass wir Jehoi jemanden, der sich hier als Gabel benannt hat, getroffen hat, als treffen wir و با او دو ساعت یا او با بیشتر از دو ساعت صحبت کردیم حرف زدیم و کردیم و مثال بعد دس میچن از دوست اونی حت درائسش لان دختره که اون دختره از دانشگاه منظور منظور آسونی این هستش که من اون دختره رو از دانشگاه میشناختم Das Mädchen aus der Uni hat 30 Minuten lang gelabert. Yani tamam si dakiqe tamam شروع کرد عراجیف گفتن و مزخرف گفتن و حرف حالا بی و بی فایده زدن و راجی کردن داست میچن آسه اونی 30 دقیسیش منوتن لانگ گلابات خب رسیدیم به انتهای این دوستان حالا به عنوان تمرین شما میتونین جواب این سوال رو بدید کنسو مندن ده فی لابت ده لابت کسی رو میشناسی که خیلی عراجیف میگه خیلی حرف بیخود میزنه میتونین جواب این سوال رو با استفاده از فعلی که تو این درس یاد گرفتین در کامنت بنویسید امیدوارم این درس به دانش زبان آلمانی آمیانه یا روزمرتون اضافه کرده باشه و بتونید ازش استفاده بکنید با لایک کردن به اشتراک گذاشتن ویدیوها و نوشتن کامنت میتونید از کانال خودتون پشتیبانی بکنید دوستان عزیز تا درسهای آینده خدا نگهدار